با سلام و درود به هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. من بالغ بر 1700 تا کلیپ توی یوتیوب گذاشتم و این کلیپ آخره به قول من فصل هست از نظر آموزش، از نظر گفتن، از نظر که ما به جایی برسیم که نتایج زحماتمون رو ببینیم. نکات یعنی کلیپ گفته میشه، بعد شد خوشو نیاد، هیچ اصراری نیست. اما اونهایی که دنبال اون شاکیده که خدمت عرض کردم هستن و اگر اینها رو یاد نگیریم، هر حکومت سرکار باشه، برای ماهایی که یاد نمیخوایم بگیریم و نمیخوایم گوش کنیم، آش همون آش و کاسه همون کاسه، چون نمیدونیم چی میخوایم، چون همیشه حس میکنیم که خلاصه ما رو همسایه قاز هست و خیلی مسئله دیگه. دو تا صحبت از انیشتین میکنم بعد ادامه میدم بحثم. مثال آوردن یکی از راه های آموزش نیست، بلکه تنها راه آموزش است. انیشتین یه جمله دیگه داره خیلی زیباست: اگر نتوانی مسئله را به سادگی توضیح بدهی، پس آن را به خوبی درک نکردی. درست شد؟ حالا من زمانی که تدریس رو شروع کردم، چون من خب قبلش خیلی جاها رفتم برای آموزش، برای یادگیری، برای خیلی مسائل، و دیدم همش مشکل دارن، گفتم محمدی باید خودت بدعت بذاری و چیز جدید کار کنی، اینها بلد نیستن، یا تئوریسین هستند یا عملی کار هستند. کسی کار عملی میکنند یه مقدار خسیس هستند، چون سخت دست آوردن و راحت دست نمیدن. در نتیجه این شد که تصمیم گرفتم در آموزشگاه تدریس کنم، اما یه شرطی بذارم که شاگردای من بیان، یه شرطی بذارم که آموزشگاه بپذیره، یه شرطی بذارم که تارا کسی نگذاشته. اون شرط هم این بود، گفتم که کسایی که میان رشته الکترونیک میخونند یا رشته تبرید میخونند، سیستم خنک کنند در میخونند، اگر در دوران آموزش پول شهریهشون در نیاوردند، به درد لای جرز میخونند. یعنی با این اطمینان صحبت کردم، با این اطمینان گفتم بهشون، چون موقع شهری خیلی گرون بود، 5000 تومان بود. شما سه سال سال 1358 5000 تومان دلار 10 تومان 11 تومان بود. شهریه رو آموزشگاه ها خودشون گذاشته بودن و من این حرفو زدم. در نتیجه استقبال شد، ولی یک درصدشون باور نمیکردن که بتونن آخر دورهشون، 3 ماه بود 4 ماه بود که اون هفته 3 روز بود، شهریشون در بیارن. اما من اطمینان داشتم، من مطمئن بودم. البته اینا گفتن نماند، من قبلش که اینا بیان سر کلاس باشه صحبت میکردم، تو صحبت رو میفهمیدم که کننده هست یا نیست. مثلا من خیلی از آقایونی که اومدن پیش من، بهشون گفتم شما به درد الکترونیک نمیخورید، شما به ترشی تبرید و موفق هستید، و قطعا هم الان موفق هم. جز افرادی هستن که واقعا از ثروت و سرمایه و اینها تکن، و اونم الکترونیک اومدن، خوشبختانه اکثرشون در اقصا نقاط دنیا کار میکنند. من توی تمام 3000 تا شاگردی که دادم بیرون در طول چند سال، یکیشون کار نکرد. اون یکی هم مهندس فیزیک بود و گفت من این مغازه خالی دارم، میخوام کار کنم، بیام تعمیرگاه بزنم. بهش گفتم تو خود بچه نازنازی هستی. گفت نه، خلاص آمد و بعد که فارغ التحصیل شد رفت بوتیک زد. بعد بهش گفتم چیکار چه این کاری که سواری هم بود. گفت نه، من از این کار خوشم نمیاد، میگن بوی اون دود اون قل آدم اذیت میکنه. گفتم خود داری. اما کلاسام که شروع میشد، 10-15 روز من درس میدادم و من چون تو عمل کار کرده بودم، علمی و عملی کار کرده بودم، یا عملی و علمی کار کرده بودم، سوار کار بودم، مسلط به کار بودم. بعد 10-15 که کلاس شروع میشد، گفتم شما کلا در روز 3 ساعت و نیم تا 4 ساعت کلاستون هست، ولی من نیم ساعت اضافه کلاس میذارم، پولم ازتون نمیگیرم. نیم ساعت آخر میشینیم با هم صحبت میکنیم. در طول تمام مدت تدریسم این پایه ثابت کارم بود. وقتی یه درس تمام میشد، یه استراحت کوتاهی میکردن، میومدم میشد سر اون کلاس فوق العاده به قول معروف، بعدشون میپرسیدم هر جلسه 2 نفر 3 نفر جای کار میکنی؟
تمریکای کار میکنی؟ آره. میشه به من بگی که نظر راجع به صاحب کار چیه؟ من مربوطم تمریکاش کجا از کجا نیست؟ آیا بخشنده است؟ بدیات میده؟ آیا بلد هست؟ آیا بلد نیست؟ و وضع کارش چطوره؟ خب 70-80% میگن آقا این خیلی سخته، یاد نمیده و میخواد از ما بهره برداری بکنه، شاگردی کنیم براش چون پولم نمیدادن، از ما بهره برداری مجانی بکنه. یه چند درصد میگفتن نه کارش خوبه ولی بره ما زوده. اینا همه رو یادداشت میکردم، اسم شاگرد رو مینوشتم، تعمیرگاه کار میکند، چند سابقه کار دارد، چی کار میکند، چی کار میکند، همه رو من مینوشتم، دفتر داشتم مینوشتم. و بعد چند نفری هم مثلا بودن تو اینا، هر دوره من 20 تا 24 نفر شاگرد میگرفتم، چون 24 نفر به بالا استاندارد قبول نمیکرد، استاندارد سازمان. اون 24 نفر هم با دو تا مربی، ولی خب من یه مربی بودم. بعد در طول کارم میپرسم ازشون به نظر تو از وقتی اومدی تغییر کردی یا نه، خب جواب بهم میدادن. بهش میگفتم توی تعمیرگاهتون تلویزیونی هست که مثلا مونده باشه، تعمیر نشده باشه؟ گفتن خیلی زیاد، همشون هم گفتن خیلی زیاد. میگفتم میشه برای من اسم تلویزیون، مدلش رو و ایراد رو برای من بنویسید، به خود هفته بعد مثلا جلسه بعد بیارید. مینوشتن و میآوردن. بهش میگفتم که این دفعه که برگشت تعمیرگاه، شروع به کار کردی، مشغول کار شدی، این ایراد در تلویزیون که تو میگی اینجوری هست، فلان قطعه فلان قطعه رو شما عوض کن درست میشه. باره بر 97 هم درست میشد. و صاحب کارش تعجب میکرد. چون تمام تعمیرکار حالا غیر از اواخر 10-15 سال اخیر همه تجربی کار بودند. مثلا یه رو 30 سال سابقه کار داشت، 25 سال سابقه کار داشت. و این سابقه کار چی داشت؟ این داشت که بهش میگفتم آقای مهندس، این آقای مهندس به قول من امبش مشتبه بود که مهندس هست و یک سامسونت داشت، میرفت خونه مردم میومد و چون علمی کار نکرده بود، فقط دیمی کار کرده بود، همشون هم میگفتن شما دیمی کار کردید. حتی تجهیزات کارگاهیش درست نبود. مثلا اینا مولتی متر میگن، اوه متر، همون اوه متر هم درست بلدن باش کار بکنند. و من مثلا داستانش خیلی زیاده، من بچه خودم میخوام بگم، بهشون بهتون میگم. من به خصوص شاگردایی که مرعوب، خوب دقت کنید، شاگردایی که مرعوب صاحب کار شده بودن رو روشون بیشتر کار میکردم. وقتی تلویزیون میرفتم و درست میکردم، میومدن زغمرگ میشدن، آخه درست شد. بعد از کجا بهت گفتم؟ گفتم چی با استادم صحبت کردم. دیگه کم کم مشتری ما توی قضیه زیاد شد، واسه منم که تلویزیون تعمیر کردم آب خوردم بود، چون دیگه من از بچگی کار کرده بودم، ضمناً من آدم کنجکاوی هستم، به همین راحتی هم چیز نمیگذرم از قضیه. پس میگفتم که مثلا اونایی که میگفتن آقای صاحب کار ما خیلی وارد اما چیز نمیکنه، یواشاش به اونجا میرسوندمش که پس تو داری از اون بالا جلو میزنی. آره. پس تو داری از اون جلو میزنی. آره. ضمناً تعمیرات کار تعمیرات هم داشت خواست انجام بده و اونجا میآوردن یا میگرفت، میگفتم حساب کن چقدر پول گرفتی. 80-90% چون دو برابر شهریشون در میآوردند، چون منم کمکشون میکردم، اعتماد به نفس پیدا میکردند، خود باوری میرسیدند و قبول میکردند که میتونن از استادشون بالاتر باشن. این خیلی مهمه، به خود باوری برسیم که ما میتونیم. درسته 30 سال از ما جلوتر کار کرده، اما از نظر علمی و عملی کاری کردیم که اون یواش یواش میگفت فلانی تو این قسمت بچرخون. منم توی درس دادن یه درس میدادم سوای الکترونیک عمومی، میمدم ایبارم میگفتم، ایبارم میگفتم، این ایب اینجوری هست، اینجوری هست. چون تلویزیون ببین دوستان اینجا به تو میگم باید اصول یاد بگیرید، هر کاری میخواییم اصول بلد باشید، یه فرو پیش شماست. مثلا من زمانی که خیلی جالب این نکته، مثلا زمانی که اولین موتور یخچالی که دوستان از مشهد اومد شما رو برام عوض کرد، 25 سال سابقه کار داشت. دیدم خاص موتور دوم عوض کنم، گفتم اینجا اشکال داره، این کار نباید بکنی. گفت اوه، هنوز سر از تخم در نمیاد، ایراد میگیره. گفتم نه، اگر قاعده این اینجوری هست. و جالب بود که سال بعد اون آقا برای گرفتن مدرک تخصص شاگرد من بود، یک سال بعد. بعد به همه میگفت. وقتی مربی استخدام میکردن، آگهی زدن، آگهی دادن، رفتم اونجا، خب بیگفتن سوال جواب بود، 50 تا سوال بود، بعد کار عملی بود اینها. بعد میدم که چقدر این مربی خودشون سطحشون پایینه، خودشون زیاد بلد نیستن، سوالایی که میدن سوال اشکال داشت.
بعد یه روز بهشون گفتم آقای سوال شما اشکال داره، سوال شما میپرسید اشکال داره. مثلا ساعت مثلا سوال میکردن که آره چطور چرا باید یخچال وکیوم بکنیم، اگه وکیوم نکنیم چه اتفاقی میفته؟ خب ساده بود، هوا میرفت داخلش. چرا بعد از اینکه این کارو میکنیم سیستم خنک کننده خوب کار نمیکنه؟ خب ساده بود، ما میدونیم که در اصل فیزیک هر گازی تحت فشار قرار بگیره تبدیل مایع میشه. ساده است. گاز فریون هم همینطور بود، تبدیل مایع میشد، از کمپرسور میزد بیرون، میرفت تو کندانسور تبدیل مایع میشد، میرفت توی درایر بود، نه خشکم بود، رد میشد میرفت لوموی، اونجا تبدیل مایع میشد تو فشار موتورش بود، از لوموی میرفت میپوشید توی سردخونه یا اپراتور، و بعد اونجا به خاطر که برگرده به حالت اول خودش این مایع نیاز به گرما داشت، تنش در سطح اپراتور گرماگیری میکرد، سرما تولید میشد. حالا اگه هوا توش بود چه اتفاقی میافتاد؟ خب هوا هم تحت فشار قرار گرفت، تبدیل آب میشد دیگه، همونجا که میپاشیدم اول همونجا یخ میزد دیگه، سیستم کار نمیکرد. دیدن اصول نمیدونند. بعد ماده بودن توزن ضد یخ اصلاحات استفاده میکردن، ولی خب اصول نمیدونست، کار نداریم. اینا اومدن به قول خودشون روی من کم کنند. یعنی من بهشون میگفتم این روشی که شما میدین اشتباهه. ولی من یک سال کار میکردم. چون یک سال درسته کار میکردم. ریشه ای کار میکردم. اصولی کار میکردم. و قواعد کار میکردم. گفت برو یخچال بیاری. رفتن یخچال آوردن و 8 فوت 9 فوت بود. گذاشتن روشنش کردن. اواپراتور به جای که اواپراتور یخ بزنه کندانسور پشت یخچال یخ میزد. سیاهی پشتش پردار میاد کندانسور. یخ زد. گفت خب استاد اینو درستش کن. گفتم چشم. گفت تو میتونی درست کنم؟ آره درست کنم. گفت ایراد چی میدی؟ گفتم آره. گفت آره باید پیشم؟ گفتم نه. اولین بار تو برم میبینم دیگه هم نهیدم. گفتم دست پی کنار رو بردن، دست کچ کنار رو بردن و موندن همه دور من جمع شد نگاه کردن. خب من میفهمیدم وقتی گاز فریون تحت فشار قرار بگیره طبیعی مایع میشه، این همون جایی که از کمپرسور باید لوله بزنه بیرون گاز بیاد بیرون، همون جا جوش بد دادن این تنکش تو سراخ همون طبیعی مایع میشه، پر میپاشه توی کندانسور و کندانسور یخ میزه، طبیعی قاعده است. لوله رو در آوردم، لوله رفت باز در آوردم و یه مقدار بریدم، یه مقدار درست کردم و گذاشتم سر جاش، زدم روشن تو روشن باش. تو چجوری فهمیدی؟ گفتم با ساده است، شما فکر نکرد، یه خورده تفکر می‌خواد اینجا. و بعد این شد که منو استثناءً قبول کردم اون مربی، چون دوام دیگه مونده بودن توش. یا مثلا رو بحث اینا که میگم دوستا باید جمع میشه، اینا همش به درتون میخوره، نه بحث فنیش، بحث اینه که شما به اون چیزی که من میگم باید برسید، خودباوری، اعتماد به نفس و اینی که دیگران از شما بالاتر نیستن، شما باید از اونها باشید، یه خود دقت عمل میخواد خود. یا مثلا اینا یخچال که بیشتر یخچال ما خراب میشد، مردم خونه‌هاش یخچال داشتن، یخ که میزد اینو میادن با چاقو میتراشیدن، سوراخ میشد، یه با پاسته سوراخ میشد در میزد بیرون گازش، همراه با گاز یه بلا روغن هم خارج میشد. هیچ کس در سطح کشور دقت به مسئله نمیکرد، حتی نمایندگی هاشون اوزاده بیرون زده دیگه. میگفتم نه، این روغن اگه 120 سی سی تو موتور هست باید 120 سی سی باشه، یعنی 10 15 سی زده بیرون و بعد به مرور موتور یخچال میسوزه. همینطور هم میشد، بعد که میرفت گاز میزنه کاراش میکرد میرفت تو خون طرف، بعد 10 15 20 سی یک بار نمیشه میسوخت چون روغنش کم بود. و بعد گفتم آقا اینجوری است اینجوری است اینجوری است، توضیح میدادم، بعد روغن رو خالی میکردیم، اندازه میگرفتیم، روغن نو میذاریم توش، دیگه بر نمیگشت. نکات ریزیه اما اساسیه. بعد بو شاگرد الکتریک هم گفتم خب حالا که شما این کارو میکنید، این تلویزیونی که اینو بلد هستن درست اون درست اون شما، پس اون تابوی اون برای شما شکست، اون قولی که شما به خودتون ساخته بودید، اونی که آدم خصیصی هستن شکست. گفتم بحث من همینه، میخوام به اونجایی برسید که بدونید خودتون تک هستید، خودتون مثل سلامت همه اینها باشید، در کارهای سیاسی و همه چی همینه. وقتی که ما خودمون به خود باوری برسیم، اعتماد به نفسمون پیدا بکنیم، دیگه تحت تاثیر فلان کشور و فلان کشور و فلان شخص و فلان آدم قرار نمیگیریم. رشدمون بالا بود، توازن میکنیم، از اون بهتر یاد گرفتیم، توازن میکنیم و به اونها هم یاد میدیم. وقتی میبخشی بهت میبخشن و بعد بهشون یاد میدی، بهشون میگی اصول رو، میگی قواعد رو، میگی خصلت در نمیری از خودت، چون خصلت یک خصلتیه که انسانو به فلاکت میبره، به پایین میبره.
بعد میگفتم آقا چقدر طول بچه های با شاگرد خود شاگرد خود چون میگفتن شاگرد من بودن چقدر راحت میگی؟ گفت استادم گفته که راحت بگید. خب چه اتفاقی میافتاد؟ در سطح کشور اثرگذار بود. یه تلویزیون که چند بار رفته اومده تو مغازه جارو گرفته فلان شده بیسار شده میخواد 10 ساعت 20 ساعت روش کار بشه 10 دقیقه کار میشه، درآمد طرف میره بالا، بهش اعتماد میکنن. درست شد؟ حالا من تو این مدتی که با شما بودم به اینجا رسوندم کارو که بدونیم ما توانمند هستیم، ما میتونیم، ما میتونیم بهترین باشیم در دنیا، اما غرور نکنیم. ما میتونیم یه شاهکار باشیم اما تواضع کنیم. و بعد دیگه بفهمیم که همین رو بفهمیم که کشور ایکس و کشور ایگره و که فلان قاره و فلان قاره اینها اونا میگه این اصلا این ما، ولی ما دقت بیشتری کردیم تو کارمون، بهتر یاد گرفتیم. در نیست که اون 30 سال این کار بوده، در نیست که الان شما توانایید این هست که اون کارهایی که اون اصلا انجام تو انجام دادی و انجام هم میدی، چندین پله اومدی بالا، ولی هیچ وقت نباید به استاد بیاری، نباید به قول معروف جس بیاری، نباید به قول معروف چی میگن از اون کلاس خاص بذاری، نه، هر چی بوده استاد بوده که تو اینجا رسید و اینجا هستی. حالا ما در تمام مسائل داخلی کشورمون، خارج کشورمون باید بپذیریم که ما میتونیم بهترین باشیم. خود باوری بالاترین قسمت درسه. ما اگه حکومت عوض شد فردا حکومت دیگه مسئله کار، ما اگه خودمون خود به خود باوری نرسیم، توانایی خودمون نشناسیم، اعتماد به نفس نشه باشیم، باز یک برامون کلکی درست کنیم، باز دوباره میریم تو همون راه. ولی وقتی خودمون باشیم با تفکر قبول میکنیم، اصلا تقلید نمیکنیم. چی میگه آقا شما بر باشش فکر کنم، بعد میگه آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل راه شما اشتباه است، راه درست هم اینه. درست شد؟ خب بعد پس ما وقتی که به اینجا رسیدیم که تواناییمون با تمرین ممارست با شناخت از خودم داریم رسید، قدرت تصمیم گیریم ساده میشه، راحت میشه. البته باید دو سه بار فکر کنیم، یک بار عمل میکنیم. و خب اونجاست که اون سالیان سال خواستن اعتماد به نفس ما رو بگیرن، سالیان سال تحقیرمون کنن، سالیان سال تو سرمون بزنن، سالیان سال کاری بکنن که از خود ما یاد گرفتند، دیگه تمام میشه. اما شما برخورد نمیکنید. شما انسانی، شما شرف دارید. تحقیرشون نمیکنید. همین که با عملت نشون میدی که بالاتر از حرفا هستی، تا تمام شده است. اون خود به خود میره تو لاک خودش و خود به خود میاد سراغت. خود به خود میاد دنبال اون افکاری که داری برای راههای نوعی که داری تو قضايا. به خصوص بعد از جریان مدیا خیلی مثلا پیش اومده. ایرانی در دنیا تو این قسمت باور کنید اول هستن و عملتر میشن. یک کمی روشون کار بشه، اعتماد پیدا کنند، امکانات بهشون بدن، دنیا رو متحول خواهند کرد. باهاشون کار کردن. من باهاشون کار کردم، درصد خیلی بالا کار کردم باهاشون. مثلا من یه روز توی تعمیری که توی قطعه فروشی که دوستان بودم تو کرمان مسافر رفته بود، گفت عصر بگفتم اصلا دوستان میام چشم. دانشگاه فنی کرمان خب الکترونیک دو کرشتای مهمش بود، درس میداد. 4-5 تا بیشتر 7 تا دختر و پسر آمدن، یک نقشه دستشون بود که ما قطعات اینو میخواییم. من نگاه کردم نقشه دم نقشه اشتباس. گفتم این نقشه کی بهشون؟ گفت استاد داده. گفتم این نقشه اشتباس. گفتم نه از یک کتاب آمریکایی در آورده. گفتم من کار ندارم این نقشه بخوایم ببندین این کار نمیکنه، به این دلیل که این مثبت است، این پایه منفی است، این اینجوری است، اون اونجوری است، بیس اون به این پایه نمیخوره و این هم مشکل داره. گفت نه شما بده ما ببریم. گفتم من نقشه رو هم بهتون مال خودتون میدم، همین نقشه درست رو بهتون میدم. گفتم استادتون خواسته شما رو امتحان کنم تشخیص بدم. نه من واقعا فکر میکنم بالا سر الکترونیک توی دانشگاهمون، دانشگاهی که مثلا دانشگاه فنی کرمان. یکی خیلی آقا چی داری میگه؟ اونا بخش از فلان سرشون نمیشه. گفتم محاله رئیس بخش الکترونیک یک دانشگاه باشی و ندونی این نقشه اشتباس، خیلی حرفه. بعد کتابش هم برای من چیز کردن که آقا این کتابشه، توی آمریکا تدریس میشه، فلان جا میشه. گفتم من کاری حرفا ندارم، این نقشه اشتباس. بعد بهشون دادم و خدمت شما عرض کنم که قطعات نقشه درست هم بهشون دادم. گفتم توی جا
جایی که کار میکنه اصلا یادم میاد. آزمایشگاهشون گفتم که چیز کنی شما توی اونجا ببندید یا بعد بخصاد بشون. رفتم و فردا یه فردا اصلی با یه آقای اومدن. ایشون بعدشون رشته بخش الکترونیکی ما هستن. سلام پرسی کردیم اینها و بعد گفت میشه بریم اون پشت بگفتم بفرمید. گفت آقای محمدی من 6 سال درس میدم. این نقشه اشتباه بود 6 سال بچه ها نمیتونن این نقشه را بندازن. و من نوری اینا رو ندادم. تو چجوری فهمیدی؟ گفتم ساده است. کسی که اصول الکترونیک رو بدونه، کسی که اصول تلویزیون رو بدونه، کسی که اصول تبلیغ رو بدونه، اصول خود دونستی باش دستته. گفت چجوری اصول یاد بگیریم؟ گفتم کار عملی و علمی تو عمل. بعد بهش توضیح دادم گفت نه من نمیفهمم. صادقانه گفت من نمیفهمم تو چی میگی. من نقشه بچه رو بردم گفتم اینجوری هست و گفتم با شما رو ببینم. بعد از من دعوت کرد، تهران نامه نوشت که من آزمایشگاه میگم یادم رفته. گفتم کار عملی میکنند. قسمت سه شو وردارم چون اونجا استاد ندارم. و استاد افتخاری گفتم من میام. من دانشگاه رو خیلی سطح بالا میدونستم. صادقانه بهتون بگم. چون دانشگاه زمان شاه رو من دانشگاه فردوسی دیده بودم. اساتید چی دیده بودم. و 9 ماه رفتم دیگه گفتم نمیام. هر کاری کردم گفتم نمیام. حقوق زیاد میگفتم اصلا نمیام. گفت چرا؟ گفتم وقتی که دانشجو رشته انتخاب نکنه و رشته دانشجو رو انتخاب کنه درد نمیخوره. گفتم من وقتم رو تلف نمیکنم، عمرم رو تلف نمیکنم. آقا چند سال دیگه استاد دانشگاه فلان گفتم شما شدی چی کار کردید؟ من نمیکنم. و نرفتم دیگه. همون 9 ماه رفتم و پشیمون شدم که رفتم. ولی خب رفتم دیگه. یه تجربه واسه من بود. وقتی ما اصول دونستیم دوستان هر کشوری هر جا باشیم فرق نمی کنه. قاعده رو دونستیم، قاعده رو که دونستیم مثلا حله. و تصمیم گیری ما خیلی خیلی وقت موثره. خب خدمت شما عرض کنم که و وقتی که به اینجا رسیدید، اصول دونستید، قواعد دونستید، مثلا اداب درس به دست آوردید، خیلی راحت میشید خودتون نظریه میدید، برنامه‌ریزی میکنید. خیلی راحت. خیلی راحت. و بعد در امور زندگی و در امور کاری و در امور تشخیص کار دیگه تو کار مملکت داری. همه جای فرم قاعده هست. قاعده هست. الان اکثر بچه ها، من میخواستم 10 تا 12 درصد باشه شاهکار، هم 12 درصد بیشتر هم شده. این 12 درصد به جامیران کافی هستن. دیگه بولی این کشور و کشور دیگه نمیخورن، دیگه وارد بازی ها نمیشن. الان همهشون میگن آقا ما تازه فهمیدیم که درست نفهمیدن. تمام مسئولین مملکت ما از پایه تا بالا و کشور دیگه همه دست توی یک کاسه با اون وریا. مثلا خب این دیگه مشخصه محرزه. و این یک کشور این گل و بلبل تحویلشون بدن بی خفت و ذلت بشن که مردمش جون نگیرند. احمد جان میگفت تو صحبتش آقا گفتم یارانه ندی فکر مال خودشون، پس مال عمه توئه، مال خودمونه. این تشخیص زمانی است که شما اعتماد به نفس داشته باشید. این تشخیص زمانی است که شما سوار کار باشید. این تشخیص مال زمانی است که شما مرعوب همسایه ها و کشور دیگه نشید، مرعوب اسمشون نشید. من توی اروپا شاید 40 50 تا تر خیلی پیش پا افتاده وقتی چیز می‌کردم بهشون میگفتم تعجب می‌کردند. ولی خب وقتی فکر کنه دو سه بار فکر کنه بعد بشه چه خوبی این بهترین کار هست. یا مثلا کارخونه بود چوبوری، من قرار دارم یه کارخونه چینی برم، بعد سر راه مدیکور صنایع گفت بریم کارخونه چوبوری. رفتم اونجا نشستیم تق 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 صدا اومد. گفتم چی شد؟ گفت هیچ، این اره شکست. بعد گفتم میشه من ببینم؟ گفتم آره. رفتم دیدم کلی چوب گذاشتن و اره داره میبره و شکسته وسط کار. گفتم چقدر طول میشه عوض کنید؟ گفتم 3-4 ساعت طول میکشه. بس یه اره کجا باشه؟ گفتم هر چند دفعه یک بار میشکنه؟ گفت بین 6 دفعه تا 8 دفعه میشکنه. گفتم بهتر نیست شما وقتی 6 دفعه شکست یه اره رو در بیارید، اره نو بذارید؟ چقدر طول میشه عوض کنید؟ گفت نیم ساعت بذارید. و اون آسیب چوبا هم نرسه، وقتی میشکنه چوبا رو خراب میکنه، چند میل خراب میکنه. یه نگاه به هم کردن و گفت چرا آچار نشه؟ گفتم این کار از بد بکنید. چون ما چیزی یاد گرفتیم از اون سینه به این سینه اومده، خودمونش تفکر نکردیم. بهتر از این میشه؟ قطعا میشه. ترقی از همینجا شروع میشه، نه تقلید کردند. و خدمت شما هستم، این کلیپ ادامه داره، یکی دیگه باز تقدیم خواهم کرد و جمع‌بندی خواهم کرد. پس ما
وقتی به خود باوری برسیم، قدرت تصمیم رو بالا، اعتماد نفس به دست بیاد، میتونیم برنامه‌ریزی کنیم، میتونیم تصمیم گیری کنیم و مرعوب هیچ فردی، هیچ شخصی در هیچ جای دنیا نشیم. مرعوب اسما نشیم. مرعوب اسما نشیم. مرعوب اسما نشیم. عنوان ها نشیم. عنوان چیزی رو عوض نمی کنه. عنوان زمانی عنوان هست که چیزی توی مغز باشه. که من همیشه میگم سرمایه باید داشته باشیم. اول پول بود یا فکر؟ قطعا پول فکر بود. فکر پول سازه. پس ما اگه سرمون مایه داشته باشه، همه رقم مایه توش باشه، ما سرمایه دار هستیم. ضمن این که به احترام احترام میذاریم، مرعوبشون نمیشیم. میگه واقعا تو اینکه گفتی درسته، ولی این راه به نظر ما بهتره. همیشه این هست و ما برنده هستیم. الان در دنیای جدید همینه. ما وقتی که مرعوب این شخص اون شخص نشدیم، میگیم خب تو یه وقت چردی کو دنبه چه کار کردی؟ به رزومت بده، سابقه کارتو بده، چی در آوردی تو از کار؟ بعد میبینیم که اکثر مهندساش، مثلا من زمان کروب کار میکردم دوره میدیدم، اون زمانی بود که میگفتن ایرانی ها از 8 ساعت کار 25 دقیقه 30 دقیقه کار میکنن، آلمانی 12 ساعت کار میکنن، 11 ساعت خورده کار میکنن. من نمیدونم یعنی چی میگن اینا، ولی وقتی که من رفتم اونجا شروع کردم کار کردن تو اسن و دوسلدورف، ما ساعت هفته میمیدیم سر کار، 8 میرفتیم سالن، برنامه های ما رو یا توی اون جعبه ها گذاشته بودن یا هم که روی میز بود. من برنامه برمیداشتم، یه بررسی میکردم، ظرف 10 دقیقه تصمیم میگرفتم، 8 نیمه شروع میکردم بستن قالب رو به CNC و تقام سهی بود میبستم، میشستم کنار مطالعه میکردم، روشنش میکردم، 9-10 دقیقه من کارم تموم شده بود، یه کنترل نهایی میکردم تموم شد. ولی باورتون میشه خود آلمانی و بعضی کشورهای دیگه دوره میدیدن تا 19 تا قالب اینا ذوب کردند. بعد اونجا فهمیدم که بله، یه ایرانی 20 دقیقه کار کنه 40 دقیقه کار کنه برابر 10-11 ساعت اونهاست. اون 10-11 ساعت کار بیهوده کردن، خودشون خسته کردن، خودشون خسته کردن چون نتونستن این برنامه درست بکنن. ایرانی‌ها خیلی خلاقن، اونایی که خارج کشور کار کردن میدونن چی میگن، خیلی مبتکرن. من یه وقت مبت ابتکارات اینها بگم، خلاقیت اینها بگم، شاخ در میارید. خود منم کلی زیاد گرفتم. دوست دارم دوستان در حد توان اینکه با دیگران صحبت بکنم. شما الان حامل اطلاعات هستید که به درد دیگران میخوره. این اعتماد به نفس یعنی کشورتون آبادتر میشه، آزادتر میشه، کشورتون رشد بیشتری میکنه. دلیل نیست که ما بخوایم پول مفت بدیم، دلیل نیست که بخوایم کار مفت بکنیم، دلیل نیست که اونا درست میگن. من گفتم که دستگاهی که برای کارخونه آورده بودم، دیدم اینا های لامپ رو، لامپ مال قسمت بلو مولدینگ بود که مال قسمت بر پرفورمی که گرم میکرد، های میسوزه. هر لامپ هم اون زمان 250,000 تومان بود. البته گفت گارانتی فلانه، گفتم باشه، رفتم جلو. من فقط از کنار دستگاه داشتم رد می‌شدم، گوشی دستم صحبت می‌کردم تلفن موبایل، گفتم عبود، گفت چه؟ گفتم اینجا، گفتم دستگاه نگه دار، گفتم این سیما رو می‌بینی؟ گفت آره، گفتم سیما برداشون، این سیما توازن نداره، یعنی اگه 3 تا قهوه‌ای هست، 3 تا زرد هست، 3 تا قرمز هست، اینجا 2 تا قرمز بود. فرسان نقشه رو نگاه کردم، بعد تو کارخونه اشتباه بستند، یک جا برق 220 ولت رفته، برق 380 ولت رفته، می‌سوزد 11 تا لامپ سوزد. بعد گفتم بی مهندس بگو بساش همین شب کارخونه بره بیرون. گفت همین امشب. گفتم همین امشب. گفتم تو با تو رو بیرون کنم. و این ضرر زیان ها در سطح دنیا پخش شد همه. یا مثلا دستگاه لیبر زنمون. مثلا دستگاه لیبر زن ایتالیایی بود. من ایتالیا رفتم خریدم. آقا این لیبر پاره میکرد. لیبر پاره میکرد. لیبر پاره میکرد. این مهندسش هر چی کار کرد نشد. بعد من رفتم اومدم گفتم بچه‌ها این باز کنین دستگاه رو ببینم چی هست. این یک قطعه فلزی اینقدی بود، یک بارش یک طرفش کنیک داشت، گردش کرد، یک طرفش کنیک نداشت، برعکس نصبش کرده بودن. اون طرفی کنیک داشت تیز بود، لبش میزد پاره می‌کرد. ماس ایتالیا گفت اگه دست بشه بدین من گاراژش قبول نمی‌کنم. گفتم تو غلط می‌قبولی. پدرم رو در بود چند روز کارم خوابیده. بعد عبود اومد سرپرست اومد و گفتم عبود نیا کن کنیک نداره. سرش تکون داد هیچی نگفت. درست شد.
چنین کوچیکی یک ذره دقت میخواد. و ما همه همینیم، مخصوصا شما نسل جوان، شما نسل آینده ساز. ما اگه زمانی برنده هستیم که مرعوب کسی نشیم، مرعوب عنوان کسی نشیم، مرعوب اعمال درستش بشیم، رفتار درستش بشیم، کاری بکنه کارستون، ابتکار به خرج، خلاقه به خرج بده، وقت اونجا ما برنده هستیم. الان داریم موحد میرسیم، الان تازه مردم شاهنشاه شناختن، وقت اینجاست که هر کدوم یک شاه هستیم برای خودمون، کدوم شاهنشاه ماست. چقدر تهمت زدن، چقدر حرف بی ربط زدن که فقط بتونن خرابش کنن. بعد روحانیت هم پدش رفت رو آب، پته اونم مشخص شد، ذات اینا ذات اونها مشخص شد. این توته ننگی اگه هزار تا عیب داشت، این حس رو داشت که ذات اینا ماهیت رو مشخص بشه. گریه کنید مسلمان ها گریه کردن ثواب با 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 هر چی گفتن خودشون عکس عمل کردن. و بعد ما ببینیم که فاسدترین، البته من قبلا گفته بودم کل دلایل دینی همینه، فاسدین در اقتصاد، در اجتماع، در رابطه جنسی، در همه چی فاسدترین هستن. خب طولانی شد کلیپم، باز یکی دیگه خواهم گذاشت، دو سه روز دیگه. ایام بکن بود، بار خوش.